آقا سلام، ما دوباره برگشتیم. لایوامون با زهره شروع شد. اسم لایوامون هم عوض شده، شده ماجرا. با یه ماجرای جدید اومدیم، اتفاقای جدید رقم بزنیم و کلی با هم دیگه کیف کنیم. مهمون این قسمتمون هم احسان ضیاء آتور. حالا یه گپ گفته خیلی کوتاهی با هم دیگه داریم، خیلی مزیتش کردیم امروز. بریم ببینیم چه خبره. احسان سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ امروز خیلی اذیتت کردیم. نه دیگه، دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، از راه دور که مصاحبه ضبط میکنی همینه. آره همینش، ولی دیگه الان کلا پلتفرممون شده اینجوری، اینجوری خیلی بهتره تو لایو معمولی و کامنت ها میاد بالا و خوبی. سر حالی با این اوضاع کرونا چی کار میکنی؟ هستیم دیگه، اینجا قرنطینه است دیگه، هنوز 3 ماه و نیم 4 ماه قرنطینه است. شما هنوز اونجا رعایت میکنی درسته؟ چی؟ میگم شما هنوز اونجا رعایت میکنی درسته؟ آره اینجا هنوز محدودیت ها سر جاشه دیگه. نه ما اینجا تازه دارن باز میکنن و سفر نمیتونی بری و اینجور چیزا. اینجا مهمونی ها را افتاده، اوکی شده، همه میرن و میان و فقط ما چورو بوسی نمیکنن. این پوز جدید یاد گرفتن اینجوری و ولی همون کارهای سابقه، آره همون کارهای سابقه باز میکنن. باز دوباره آمار شفته بالا. حالا باید دید که ببینیم آخر عاقبتمون چی میشه. آره این 3-4 ماه چطور بهت گذشت؟ دیگه سخت‌ترین بخشش خونه موندنه دیگه، بقیه‌اش اوکیه. یعنی برای شما که حالا مثلا یه کاری انجام میدین به نظرم خیلی مفید بوده این تایمی که آره نظر کاری خوب بوده، خیلی پرکاره، همه پرکاره، انرژیای وقت چون دیگه می‌دونی کارهای دیگه که می‌کرد مثلا می‌کردی و دیگه وقت نه دیگه تو لیستت نیست. آره. وقت آزاد زیاد داری، مجبور میشی که کار کنی. خب زیاد اذیت نمی‌کنم، بریم سراغ سوالا. به نظرم مخلصم بریم. ببین از سال 83-84 تو فضایی که همه رو بیتای دانلودی کار میکردن، چی شد که آهنگسازی رو شروع کردی و شروع کردی خودت به آهنگ ساختن و به قولی پیشگام بودی تو این زمینه؟ چی شد که من کردن اون موقع، چون من از بکگراند بریکدنس و اینا میام، نمیدونم میدونی. آره. مثلا اون موقع واسه این که مثلا میکس تیپ و اینا درست میکردیم، از اون موقع شروع شده بود علاقه من با مثلا ور رفتن به موزیک و اینجور چیزا. یعنی آهنگ دانلود میکردیم، یه میکس درست میکردیم که مثلا گروهمون مثلا تمرین میکنه کل اون میذاره. یعنی اینجوری نبود که من بخوام تغییری تو رپ فارسی انجام بدم، از کنجکاوی خودم بوده. یعنی مثلا با این برنامه ها که بازی میکردم، بعد یه مدت خودم تلاش کردم که مثلا خودم بیت بسازم و اینا. بعد یه اتفاقی تو زندگی من افتاد که یه نفری من تو کیش دیدم که ما تو کیش تو ساحل بودیم، یه نفری رو مثلا داشتیم تمرین می‌کردیم، بریک دنس تمرین می‌کردیم، یهو اومد پیشمون. این یه ایرانی خارجی نشین بود، یعنی تو خارج به دنیا اومده بود که دی جی هیپ هاپ بود. بعد این مثلا اسمش هم دی جی واپره، حالا چک کنید می‌بینید. بعد این مثلا دید ما بریک دنس می‌زنیم، خوشش اومد و مثلا اومد صحبت کرد و اینا. این منو با برنامه‌های این مثلا 82-83 برنامه‌های آهنگسازی و اینا آشنا کرد. خب که من از اونجا شروع کردم مثلا با سامپلینگ منو آشنا کرد که مثلا بیت‌های هیپ هاپ اینجوری می‌تونی بسازی، مثلا از این برنامه می‌تونی استفاده کنی. اینجوری بود که مثلا شروع شد و من تصمیم گرفتم که مثلا خودم بیت بسازم و اینا. این موقع 82-83 شروع شد. اون موقع البته منتشر نشد دیگه، ولی اولین چیزایی که منتشر شد حدود 85-86 بود. با بچه هایی که از قدیم بریک دنس کار میکردن این حرفا، با کدوماشون اوکی بودی از همون قدیم؟ از قدیم قدیمی ها دیگه، ما نسل قدیمی. مثلا من دیدم مصاحبت با فرزین. آره مثلا فرزین مثلا ما تمرین میکردیم، فرزین مثلا میدیدم مثلا فرزین و اینا، ولی مثلا بچه های قدیمی مثلا محمد فیدی و اینا نسل قبلی. آره. محمد فیدی نسل قبلی من. برادرم برادر وسطی مسعود، اینا نسل اول بریکدنس ایران بودن دیگه. یه گروهی بود به نام بلک فایرز که توی غرب لندن بودن، یه گروهی هم بود به نام 666 که محمد فیدی و اینا بودن توی شرق لندن. بعد من اینا رو میدیدم دیگه. بعد هم که نسل ما دیگه مثلا ناصرالدین، سعیددین دیگه، هر کیو بخوای همه منو میشناسن، منم همشونو میشناسم. جالبه خیلی. یاس مثلا، یاسر مثلا، من با یاسر یادم، من یکی از یه بار بتل کردم مثلا، یه تک به تک. چه باحال، خیلی هم اسمشون اومده توی بحثا و این حرفا که همه از قدیم بریک دنس میکردن و خیلی جالبه برای خودم هم.
بعد دیگه شروع کردی و چیز خاصی، برنامه خاصی هم یادت از اون زمان اون قدیمی ها که باش کار میکردی و شروع میکردی به؟ اولین برنامه که من باش شروع کردم کار کردم کیوبیس بود، چون همین دوستم که میگفتم دیوید دی جی ووپر اون کیوبیس رو من معرفی کرد و اون خیلی من بیشتر اصلا با میدی و سینت سایزر اینا کار نمیکردم، فقط سامپل بود، یعنی مثلا کیکو برم داشتیم میذاشتیم، مثلا یه آهنگی رو برم داشتیم تیکه تیکه میکردی بیت میساختی، اولش اون بود. بعد قبل از 24 ساعت من افل رو مثلا پیدا کردم و شروع کردم با افل کار کردم که این مقدار مثلا مدلش فرق میکنه، مثلا چیز داره سیکونسر داره و سینت سایزر داره و اینجور چیزا، کلا مدلش فرق میکنه، ولی الان با ایبلتون کار میکنم. خیلی جالبه. ببین احسان، امضای تو همیشه تو فضا و اتمسفر عمیق بوده و در کنار ظرافت سمپلینگ کارهای متعددی هم داشتی، مثل سمپل کار گوگوش، ابی، سهیل نفیسی، مارتیک و الان با فارلک هم فکر میکنم بنیامینه، درسته یا من اشتباه فهمیدم؟ بنیامین لاغری. یکم برام از این فضا بگو، چه چیزی توی ذهنت هستش وقتی این کارو انجام میدی؟ یعنی سامپلینگ؟ آره یه مقدار برام در مورد سامپلینگ توضیح بده. آره سامپلینگ که چیزی که من دنبالشم تو سامپلینگ اون اشاره های فرهنگیه، یعنی نگاه کن یه صداهایی که تو قبلا مخاطب قبلا ممکنه شنیده شده باشه، چون اونا یه بار فرهنگی و بار تاریخی دارن با خودشون دیگه. خب اونو که شما برمیداری دوباره کاریش میکنی، یعنی یه ارنج جدید ازش میکنی، تو اون اشاره فرهنگی رو داری ولی یه محصول جدید درست میکنی، مثل چی میگم بازیافت میمونه، یعنی یه چیزی که هست و میگیری تبدیلش میکنی به یه چیز جدید. خب ولی توی این پروسه مثلا اون حسی که تو میتونی از با استفاده از یه سمپل ابی مثلا بگیری، خب هیچ وقت نمیتونی، خیلی سخته که بتونی از اول از زمین بسازیش، چون اون موقعی که اون ضبط شده، اون موقعی که اون آهنگ ساخته شده، نشانگر یه چیزی بوده، یه بار فرهنگی داشته که اونو نمیتونی دوباره سازیش بکنی. تو اونو که برمیداری اتوماتیک شنونده رو تو اون شرایط قرار میدی و خب دیگه حالا مثلا چیزهای مختلف، مثلا مثالایی که زدی لولای مختلف داره، بعضی موقع مثلا یه آهنگو تو همون جوریشو میگیری میذاری، فقط یه مقدار تغییرش میدی که اون اشاره مستقیمه، بعضی موقع میای کاملا عوضش میکنی که اصلا شاید شناخته مثلا بشنوه کسی که خودش ساخته باشه متوجه نشه، یعنی یه طیف گسترده ای داره که روشایی که تو سامپلینگ میتونی استفاده بکنی. آره میدونم. این بازیافتی که گفتی من حالا میخوام اصلاحش کنم، چون بازیافت نمیشه گفت، به نظر من تو باز دوباره اون آتیش زیر خاکستر رو شعله ورش میکنی در مورد اون کار، به نظرم این دقیقا تشبیه قشنگتری میتونه باشه براش. آره حالا مثلا بازیافت شاید کلمه درست نباشه. آره. مثلا مثالش، مثلا من این کار خرچنگ‌های مردابی حبیب که مثلا سمپل کردم، خب اون آهنگ خب اونجا بوده توی آرشیو هزاران نفرم بوده، همه هم گوش میکنن، یا مثلا این شاید مثلا تو تاریخ فراموش هم بشه بعد یه مدت، خب ولی اون با اون تغییری که من دادم، با اون کاری که با رضا ضبط کردیم، اسمش 1397 فکر کنم، خب توی رنگارنگ، اون اصلا یه جون جدیدی به قضیه میده و اون مثلا سمپل و اون ملودی رو برمیده توی متن دیگه ای، توی متن دیگه ای ارائهش میده و اون متن جدید به روز رسانیش میکنه، جون جدیدی بهش میده. آره به نظرم درسته همینه. کاری که تو حالا مثلا یه چیز دیگه بذار بگم، حالا که من سامپلینگ رو سوال کردی، یه چیزی که همیشه مثلا سوال میشه راجبش که اینی که مثلا انگاری که هنری توش نیست که مثلا یکی سامپل کنه یا هر کسی میتونه بکنه. خب و چیزی که جالبه اینه که سوالی نیست که هر کسی میتونه بکنه یا نه، سوال اینه که کیا انجام دادن، کیا اون جرأتشو داشتن انجام بدن. آره. چون مثلا اون آهنگ، خب اون آهنگ مثلا اونجا تو آرشیو هم هست. آره. هم داشتن کار کردن، خیلی این بحثه. یعنی اینکه یه نفری اون تصمیم هنری رو بگیره که اونو از اون متن خارج کنه تو یه بستر دیگه ارائه بده، اون یه حرکت هنریه. آفرین. آره درسته، راست میگی. آفرین، خوب اومدی. ببینم کاری که تو انجام میدی به موسیقی مولد برمیگرده؟ موزیک مولد، حالا من یه بار به اشاره کردم فکر کنم این از اونجا بره، موزیک مولد یه سبکیه، یه چی میگن، یه تکنیکیه واسه تولید موزیک
موزیک مولد به که حالا انگلیسیش جنراتیو، حالا شاید فرصت بشه اینجا یه نمونهش رو بنشون بدم. اینه که به جای اینکه موزیسین بیاد یا هنرمند بیاد دونه دونه نوت ها رو توصیف کنه که مثلا این نوت میره اینجا، این میره اینجا، این صدا باید بیاد اینجا، به جای اینکه این کارو بکنه یه سیستمی طراحی میکنه که با استفاده از شانس و احتمالات یه موزیکی تولید میشه و کار هنرمند اون طراحی اون سیستم است و انتخاب بخشایی که مثلا به نظر جالب میاد. یعنی یه روش دیگه ای واسه تولید موسیقیه که کمک میکنه به تو که شاید موسیقیایی که در حالت اتوماتیک شاید تو ذهنت نمیومد و پیدا بکنی. حالا مثلا هیچ وقت نشده که مثلا این موزیکای مولد و مثلا تو کارهای رپ و اینا بشنوید، چون موزیک مولد یکی از وجوه مهمش اینه که زنده باشه، یعنی اون اتفاقای رندومی که داره میفته در حالت زنده بیفته. متوجهم. برای منی که خوب متوجه نمیشم اینو، تو میتونی یه جوری توضیح بدی که حالا من بهتر برام جا بیفته این موضوع؟ آره ببین آقا، یه مثلا تو فرض کن مثلا به عنوان تو تصویری که از موزیسین داری چیه؟ مثلا موزیک ساختن، خب دو حالت داره دیگه، یا موزیسین مثلا میگه که مثلا من یه نوت می نویسم، مثلا یه گامی انتخاب میکنم، مثلا میگم ای ماژور مثلا یا بی ماژور، خب بعد مثلا این یه محدودیت ایجاد میکنه، مثلا یه سری نوت داری، مثلا 10 تا نوت هستش که توی این گامه، خب بعد کاری که میکنی یه ملودی شروع میکنی، یا میزنی یا مثلا نشسته طرف جای پیانو مثلا میزنه، ولی خب یا اینکه می نویسه، مثلا میگه که این نوت به تبدیل میشه به این نوت. خب حالا فرض کن یه حالت سومی ایجاد میشه که به جای این که من بگم این نوت میره اینجا، این نوت میره اینجا، میگم این محدودیت ها رو میدم به کامپیوتر، خب و یه سری پارامتر واسش تعریف میکنم، این موزیک شروع میکنه تولید کردن در اون محدوده. مثلا میگی که من مثلا یه سری صدا دارم، یه سری کورد دارم، یه سری ملودی دارم، حالا ملودی ها ملودی واضح نیستا، با یه پارامترایی از شانس و رندوم تو سیستم رو طراحی میکنه که این شروع میکنه موزیک درست کردن. متوجه شدم. آره، یعنی یه حالت سومی برای تولید موزیکه، به جای اینکه، یعنی بهش میگن جنراتیو، یعنی تو سیستم موزیک رو تولید میکنی به جای اینکه جزئیات موزیک رو تولید بکنی. متوجه شدم الان. حالا مثلا مثالش مثلا موزیکای گیمه، خب موزیکای گیم دیدی مثلا بعضی از بازی‌ها همینجوری موزیک داره بک‌گراند پلی میشه و عوض میشه و اتفاق میفته. یکی از مثالاش مثلا تکنیکایی که توی اون مثلا توی بازی ها استفاده میکنن تکنیکای مولده یا جنراتیو انگلیسیش. متوجه شدم. آره من یه تلاش میکنم که با یه مثال توضیح بدم این موسیقی مولد رو. مثلا من اینجا یه سیستمی طراحی کردم مثلا اینکه یه موزیکی تولید بشه. خب به جای اینکه من بیام دونه دونه نوتا رو بگم چیه، یه سیستمی طراحی کردم که وقتی دگمه پلیو میزنم همینجوری شروع میکنه در یه محدوده ای شروع میکنه یه سری صدا تولید میکنه. فهمیدم. خب حالا مثلا مثالش، خب حالا مثلا یه صدای پیانو داره اینجوری، خب بذار اینو بیارم. آره کارت میذارم پایین تر که بازم بالا. الان یه دگمه میزنم، خب یه سری پارامتر واسش تعریف کردم، خب که شروع میکنه یه سری موزیک تولید میکنه. مثلا یه سری کورد داره تولید میکنه. بذار من اینو اصلا میتونی یه ذره تصویر بیاری پایین تر؟ آره. آره فقط من اینجوری باید وقتی بیارم پایین تر باید اینجا بگم. خودت رو بیار پایین اینجوری کن. ببین آقا این کوردا که داره الان میاد، خب آکوردایی که داره میاد من بهش نگفتم این آکوردا رو بزن، یعنی یه سری بهش آپشن دادم داره رندوم انتخاب میکنه. فهمیدم. حالا مثلا همینو من میتونم یه آرپژ هم روش بذارم، خب که یه سری صدای جدید تولید بکنه. اینا رو مثلا میتونم یه بیس مثلا روش اضافه بکنم. ببین اینا موزیکایی که میشنوی من هیچ کدوم رو نگفتم کدوم نوتو بزن و چرا بزن، خودش داره انتخاب میکنه. حالا یه هنرمند میتونه از همین روش استفاده بکنه، روی این شروع کنه مثلا ملودیای خودش رو بزنه، یعنی یه بستری الان واسش تولید شده که تو میتونی ملودیای خودت رو بزنی. خیلی باحاله.
بریم مثلا یه بستری و بدون اینکه من مثلا کار خاصی انجام بدم یه بستری تولید کردم و شروع کردم روش مثلا بدای نوازی کردم، مثلا یه راهیه واسه اینکه ایده های جدید مثلا پیدا بکنم. این موسیقی مولده است به صورت خیلی ابتدایی شد. همین روش ها رو میتونی مثلا از هوش مصنوعی استفاده بکنی، از چیزای دیگه استفاده بکنی که یه سری ایده ها تولید بکنی که اصلا پیش بینی هم نکنی، تو بین پارامترهایی که تو تعیین کردی نیست، خارج از اون پارامترها ممکنه باشه. خیلی جذابه. احسان امروز داشتم یه سری مقاله ها می‌دیدم که تو آدم دست به قلمی هم بودی. یه مقاله دیدم مال سال 90 اگه اشتباه نکنم، در مورد این نوشته بودی که شاهین نجفی ساسی مانکنه، یه رپر نیست. این موضوع چی بود؟ جریان چی بود؟ اصلا تو مقاله‌ای که می‌نوشتی این برام خیلی جالب بود. کلا این دست به قلم بودنت هم یه توضیح برام بده کلا، بعد حالا در مورد این به صورت اختصاصی صحبت کنم. آره اون دوره خب من یه سری مقاله و اینا نوشتم، مثلا موقع جالب بود واسم که مثلا یه سری از ایده ها رو در قالب مقاله ارائه کنم. یکیش هم همین شاهین نجفی ساسی مانکن هسته. این شاهین نجفی ساسی مانکن است. موضوع کلیش حالا مثلا اسم تایتلش خیلی مثلا جنجال برانگیز و ژورنالیستیه، خب ولی موضوع کلیش راجب اینه که رپ فارسی چیه؟ خب و به کدوم جریان میشه رپ فارسی گفت؟ دلیل اینکه اون مقاله رو من نوشتم این بود که اون موقع شاهین نجفی تازه داشت شروع میکرد قضیهشو و یا اگه یادتون باشه اون کارش رپ بود. یعنی به عنوان مثلا رپر هم نجف مثلا میومد مثلا تو مصاحبه میکرد توی رسانه‌های خارجی پایینش مینویس رپر فارسی. خب من این حسو کردم که به نظر من حداقل به هم موقع همین الان یه سری چیزا هستن که رپ هستن، فارسی هم هستن، ولی با جریان رپ فارسی فرق دارن. و هدف کلی من این بوده که مثلا اونجوری حال بودم اون تایتلش مثلا شاهین نجفی ساسی مانکن است و فلان اینا یه تلاشی که مثلا تو رو جذبت کنم بیای بخونی. و اون موقع حالا مثلا زیادم واضح توضیح نتونستم بدم مثل اینکه، چون خیلی ها متوجه نشدن که منظور من چی بوده، چون اون موقع داشتن اینو نشون میدادن که انگاری شاهین نجفی بخشی از حرکت رپ فارسیه. حالا من کاری ندارم با چیزا میگم با چیه با سیاستش و با چیزهای فرهنگیش و اینا کار ندارم، ولی در سیر تکاملی رپ فارسی نمیبینم. چیزی که من دارم میگم اینه که باید توی یه متن دیگه با یه سرفصل دیگه باید بررسی بشه. حالا کاری به موزیکش و سبکش و اینا نداری که چه کاری انجام نه دیگه. من با سبکش هم کار ندارم، با چیزهای سیاسیش هم کار ندارم، هر کی هر کاری دوست داره میتونه بکنه. حرفی که من داشتم میزدم اینه که این از این جریان ما نیست. خوب خوبی و بدی ربطی نداره و همین ساسی مانکن هم همینه. یعنی ساسی مانکن رپ هم هست، فارسی هم هست، خب ولی رپ فارسی نیست. آفرین. شاید مثلا اسم مقاله رو این می‌ذاشتم بهتر بود. رپ هست، فارسی هست، ولی رپ فارسی آفره. نیست. نه الان به قول خودت جذاب نمیشه. نه الان به قول خودت بازیافتش کردی دیگه اون مقاله رو. دوباره توضیح میدم واسه کسایی که متوجه نشدن. نه دیگه مقاله نویسی دیگه فکر کنم دوره مقدار عوض شده. الان مثلا خیلی صدا و تصویر خیلی مهمتره، راحت‌تر میتونی یه سری پیام‌ها رو بدی و وقتم بیشتر میگیره. مثلا من مثلا پادکست مثلا راحت‌تره واسه من تا اینکه مثلا متن بنویسم و اینا. وقتی که متن می‌نویسی باید ادیت کنی و مثلا یه جوری انگاری که مقاله است دیگه، وقتی یکم تحقیقش باید بیشتر باشه. یعنی فقط چی میگن تفکرات اون لحظه نیست، یه مقدار رسمی‌تره. به خاطر اون دیگه کمتر می نویسم، ولی اگه فرصتی باشه مثلا موضوعی باشه که واسم جالب باشه بخوام توی مقاله توضیح بدم حتما اگه فرصتش بشه انجام میدم. حالا این واضح شد، این منظورم و مثلا آره شد این آره. حالا مثالای دیگه اش هم بذار بگم یه مقدار بازترش بکنم. این مثالای دیگه اش مثلا همین قضیه سندی، قضیه شاهکار بینش پژو، اینا همش رپه، فارسی هم هست خب، ولی با جریان ما فرق میکنه. حرفی که من تو مقاله میزدم اینه که
این جریان یه جریان خیلی مشخصی از یه جای خاصی میاد، از یه نسل خاصی آره؟ میاد، از یه طبقه خاصی میاد. مگه قبلتر شهبال و شهرام و اینا هم بودن که این کارا رو انجام دادن؟ اینا همه رپ میخوندن ولی جریانشون با جریان رپ فارسی فرق میکنه از نظر جامعه شناسی مثلا. آره. و نتیجهش هم که دیدی دیگه، الان ساسی مانکن و شاهین نجفی رو به عنوان رپر دیگه نمیشناسیم و به عنوان رپ فارسی دیگه شناخته نمیشن. درسته. از مقاله ها داشتیم میگفتیم که گفتی دیگه الان کار مقاله نویسی اینو انجام نمیدی، به جز این در مورد این برخورده و کارهای اخیر و این داستان ها میخوام برام بذارید بیشتر توضیح بدی که ماجرای اصلیش، اصل ماجراش کجاست؟ اصل ماجرای برخورده که از چیز دیگه انرژی پتانسیلی که توی قرنطینه آزاد شده است، جنبش مولکولی قرنطینه. آره، یکی از این پروژه های قبلیه که مثلا خیلی وقت من تو ذهنم بود همچین پروژه شروع کنم. خب؟ چون حالا نمیدونم کسایی که نمیدونن این پروژه جدیدمه که تو هر قسمتش با یکی همکاری میکنم، با یه پادکست هم باهاش ضبط میکنم که اونم مصاحبه طوری پخش میشه. تصویریه یا صوتی؟ نه صوتی. آره صوتی. آره آره دیگه، قضیهش اینه که من خیلی دوست داشتم مثلا یه لیست بلند بالایی از کسایی که خیلی دوست داشتم همیشه باشون همکاری کنم و واسم جالب بوده که بیشتر باشون آشنا بشم بوده که این راهو مثلا یه دنباله یه چارچوبی بودم که راحتش کنه واسم، اجازه بده که با همه همکاری بکنم و این چارچوبو انتخاب کردم که راحت کنه دیگه قضیه رو، دیگه واسه هر پروژه دیگه کانسپت جدید لازم نداشته باشه، کل قضیهش همکاریه و هر قسمتش هم با یه نفری یه کاری تولید میکنیم و یه مصاحبه. این چون خیلی وقت من دارم کار میکنم، فقط آهنگ دادن زیاد واسم جذاب نیست، مثلا یه وجه دیگه ای باید داشته باشه که به خاطر این پادکستم زدم تنگش به قول. ببین احسان چه جوریه، تا کی قراره ادامه پیدا بکنه؟ فکر میکنی که چقدر ادامه داره و آیا سورپرایز کسایی هم که حالا همینجوری مهمان هستن میان و اینا، یا نه مثلا میتونی چیزی بگی بهمون؟ آره نه دیگه نمیتونم چیزی بگم چون تا وقتی کار کامل نشه نمیدونیم که میاد یا نه. چون ویژنت چیه در مورد این کار؟ چقدر قراره ادامه پیدا بکنه؟ حالا من چیزی ندارم، محدودیت خاصی واسه خودم تعیین نکردم، تنها چیزی که میدونم میخوام اینو تا اونجایی که ادامه بدم که دیگه تمام کسایی که من باهاشون میخواستم همکاری بکنم مثلا یه لیست بلند بالایی خودم دارم، اونا دیگه همشون رو انجام داده باشم. ولی اگر مثلا حالا مثلا قرنطینه تمام بشه دوباره برگردیم به حالت عادی، انرژی کمتر بشه، وقت کمتر بشه، شاید هم زودتر از اون کنسل بشه چون انرژی میبره واقعا، چون کار مخصوصا بخش پادکستش انرژی زیاد میبره. تا الان چه خیلی جذاب بوده، من کیف کردم هر کدومش. آره ولی خب تعداد شنونده ها خیلی پایینه. فقط جالبش اینه موزیک مثلا موزیکو هنوز گوش میکنن خوب. ولی پادکست زیاد مثلا مخاطب خاص خودشو داره. آه. که من اوکی ام با این قضیه، ولی اوکی. آره موزیک خیلی باحاله، خیلی خب. شاید مثلا به پروموت کردنت هم مربوط میشه این که آره، و این که خب بالاخره همه مخاطبا دنبال پادکست نیستن چون مثلا چیز بیشتریه دیگه، تعهد بیشتریه. آره. باید یه ساعت گوش کنی. آره. یا چه گوش بکنی. همه دوست ندارم ولی اوکیه، من به خاطر اون مثلا انجام نمیدم. خودم مثلا واسه خودم خیلی جالبه اون اشخاصو بیشتر بشناسم. یه ماجرای عجیب برامون تعریف کن که یادش میفتی یا اذیتت میکنه یا خیلی خوشحال میشی سر حال میاری این حرفا. یه ماجرای جالبی، یه ماجرای جذاب، حالا هم گفتم میتونه منفی باشه هم میتونه مثبت باشه، چیزی که به ذهنت میرسه همیشه تو ذهنت هست و او فکر میکنه. اول چیزی که بزنم اومد یه چیز منفی بود ولی نمیخوام راجع به صحبت کنم. اینا یه چیزی میگم ولی اصلا دوباره دومین چیز مثبتی که تو ذهنم اومد یه ماجرا نیست ولی یه چند روزیه. یه چند روزی من و مزراب و رضا و نادره رفتیم طالقان، اونجا استودیوی نادره. اونجا مثلا اولین بارای بود که من و رضا داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، اولین کارهای آلبوم مزمن و اینا رو اونجا ضبطشون کردیم که مثلا چند تاشون فکر کنم چیزایی که یادم میاد آهنگ قصه رو ضبط کردیم با یکی دو تا آهنگ که پخش نشد. اون چند روز خیلی حال داد، یعنی اون چند روز اولین باری بود که مثلا من با مزراب مثلا زمان بیشتر گذروندم، با رضا همینطور. خیلی خنده بود، یعنی خیلی حال داد اون چند روزی که ما اونجا بودیم. هوا هم خیلی خوب بود تو طالقان. اون لحظات خیلی واسم اولین چیزی که گفتی، حالا شاید مثلا اگه بیشتر فکر کنم چیزای دیگه تو مثلا واضح‌تر یادم بیاد، ولی این مثلا خاطره خوبی بود که تو ذهنم بود. جالبه، خیلی جالبه. رضا و مزراب، رضا و مزراب و نادره. ببینم احسان اون اواخر چی شد از ایران رفتی؟ شاید فکر کنم الان همون منفیه رو گفتی دیگه، داشتم به همین فکر میکردم که گفتی منفی.
خیلی دوست دارم بدونم که اون اواخر جریان چی بود، چه اتفاقی افتاد. تا چه حد میخوای جزئیات صحبت کنم؟ بگو دیگه، حالا درستش میکنی دیگه. هر چقدر که به درد ما کاره، کلیتش که بر اساس اون اتفاقی که واسه ما تو سال 87 افتاد بود، یعنی در قضیه دستگیری و زندان رفتن و پرونده‌ای که 2 سال طول کشید و اینا، یعنی دلیل اصلی این که 87 خب، یعنی آخر 87 که ما مثلا دستگیر شدیم و اینا، مثلا زمانی که تو زندان بودیم و حالا مثلا اون کوتاه بود، ولی زمانی که تأثیر میگیری از اون پرونده که واسه درست میشه خیلی بلندتره، که یعنی اون یه سری هم اتفاق زندان، همون پرونده که تشکیل شد، همون که مثلا 2 سال رو هوا بودیم و اینا، خب اونا خیلی تأثیر زیادی گذاشت واسه تصمیم از ایران رفتن. خب بالاخره یه جورایی اون سایش همیشه رو سرته دیگه، وقتی اون اتفاق واسط میفته دیگه روز هم نمیتونی زندگی بکنی و به اون فکر نکنی، یعنی اونو که نشونت میدن، اونجا رو که نشونت میدن، دیگه نمیتونی راحت زندگی خودتو بکنی. پس تو ترجیحت این بود که بری تا اینکه بمونی حالا یا کار خودتو انجام بدی و اینا؟ اولین خب کار نمیتونستیم انجام بدیم تو ایران، یعنی همین رو دارم میگم، اگر ما میتونستیم تو ایران بمونیم کار انجام بدیم، اون موقع اوضاع فرق میکرد، یعنی کار میتونستی انجام بدی ولی ریسکش با خودت بود دیگه، یعنی هر لحظه ممکنه اون اتفاق واسط بیفته، مخصوصا وقتی که اون اتفاق افتاده واسط یه بار، سخت‌تره که اون ریسک رو بپذیری، یعنی آپشن در اون لحظه یه جورایی واسه تو اینه که آیا کار بکنم کاملا کنار بذارم و بمونم، یا برم و کار کنم. یعنی تو اون لحظه همچین آپشنایی میاد تو ذهن آدم، یعنی جوری دیگه که جفتش هم همچین آسون نیست، که تو اون لحظه دیگه بعد از چند وقت من خیلی علاقه نداشتم اول که خارج بشم، بالاخره خب سختیایی که پیش‌بینی کردم که باهاش هست، ولی در نهایت تصمیم بر این شد که نمونم، هم به خاطر سلامت روحی خودم، هم به خاطر سلامتی روحی خانواده‌ام، چون اینم هست دیگه، مثلا اونا هم بالاخره تو استرس این که هر لحظه دوباره ممکنه این اتفاق بیفته زندگی میکنن، مثلا قبل از اینکه اتفاق بیفته زیاد مهم نیست، ولی وقتی که اتفاق یه بار میفته دیگه در جریان دیگه، تا آخر دیگه میمونه باهاش. ولی حالا من فکر میکنم برای آهنگساز باهوش و خلاصه کاربلدی مثل تو، اتمسفر و جغرافیام وقتی تغییر میکنه خیلی به نظر من بهتر میشه و شکوفاتر میشه. میدونی چی میگم؟ اون موقعی که حالا تو ایران بودی با الان که حالا ریلکس تری جو و فضا عوض میکنه، من فکر میکنم الان تو کارات خیلی تاثیر مثبت تری داره. میدونی چی میگم؟ شاید آتور اگر که توی ایران میمون فرق میکرد با آتوری که الان رفته. آره دیگه، بالاخره آدم تجربیات بیشتری، حالا نه تنها فقط تو موزیک، تو زندگی هم تجربیات بیشتر میشه دیگه، وقتی مهاجرت میکنی با یه سری مشکلای روبرو میشی که قبل در حالت عادی با این مشکلا روبرو نبودی، با آدمای جدید مواجهه میکنی و کلا رشد میکنه آدم در نتیجه، یا میشکنی یا رشد میکنی تو اون لحظه، که حالا فکر کنم آره واسه منم در نهایت مفید بوده، هم به خاطر هم موزیکش، ولی خب حالا مثلا چیزای تاثیرات روحیش رو اگه کنار بذاریم، تاثیرات فنیش شاید خوب بوده. خیلی خوبه، عالیه. حالا یه چیزی هم که الان به ذهنم رسید این که اسم آتور و ضیا و تو عوض کردی انگار چند بار، میخوام ببینم که چرا ضیا، یه سری به ضیا میشناسن یه سری به آتور، چرا هی پریدی از این و به این و؟ آره این همون یکی از چیزاست دیگه، وقتی یکی از تأثیرات مهاجرته دیگه، وقتی تأثیرات مهاجرتی من مثلا اتفاقی که واسه شخص خودم افتاد، یه ضیا قبل از مهاجرت تو بال آتور بود. آره من اول که آتور بودم همیشه، یعنی من به عنوان آتور میشناختن، ولی وقتی اومدم اینجا انگار که دنبال شکستن گذشته خودم بودم. پس برعکس این، یعنی آره دنبال شکستن برگشت خودم بودم، گذشته خودم بودم و فرار از گذشته خودم، خب به خاطر اینکه احساس میکردم که این تنها راهیه که میتونم خودم رو دوباره سازی بکنم، به خاطر این برگشتم به اسم خودم، که اسم حالا اسم خودم من احسان قرضی های دینیه، که اینجا نه تو ایران میتونم بگن نه اینجا، نه کوتاهش کردم فامیلی مثلا زیار انتخاب اسم کردم اسم. که هم اینجا بتونم بگم هم ایرانی ها راحت بتونم بگن، اونو گذاشتم مثلا یه حدود 3-4 سال من با اون اسم پروژه‌امو منتشر میکردم، که بعد از یه مدت دوباره مثلا یه مقدار که عادت کردم به اینجا، یه نگاه دوباره کردم به اون اسم و اینکه چه قدرتی پشتشه. حالا مثلا مثلا نوید خیلی اصرار داشت، مثلا هر دفعه که من مینوشتم احسان ضیا میگفت آتور رو ول کردی احسان ضیا می‌ذاری، بعد ولی چیزی که
منو یهو تلنگر زد به هم که گفتم دوباره میخوام برگردم به اسم آتور. آهنگ رز بود، آهنگ میشناسم رز بود. اونجا یه بیت داره میگه میشناسم یه نفر رو چی سوخ شد آتور، یعنی اون المنت آتیش رو که مثلا قدرتی که توی اون اسم هست و من انگاری که گم کرده بودم و تصمیم گرفتم که برگردم به این اسم. رضا بهت سیخونک زد دوباره با این چی؟ رضا بهت سیخونک زد پس. آره نوید هی سیخونک میزد تاثیر نداشت، اون تلنگر آخر و اون بیت رز زد. آره خیلی هم قشنگی اون. آره عشق تو ششم جمع شد مثلا اینکه گفت یهو. خب و مثلا یه چیز جالبی هم که هست، خب آتور یعنی آتیش دیگه. خب و اینجا تو مثلا الان دیگه لفظ شده، یه چیزی رو میخوای بگی خوبه میگی فایر، دتس فایر، میگی که این مثلا بیت مخصوصا راجع به بیت. گفتم بابا من که خودم فایر بودم آدم چرا عوض کنه آدم؟ حالا زیام یعنی نور، حالا زیاد فاصله نداره، این همش یکی. حالا بذار زیا آتور، زیا آتور، نور زیا تور، زیا تور، زیا تور مثلا یه چیزه تو از این شرکت های تور. احسان زیاد خسته نمی کنم، میخوام ازت سوال آخر تقریبا بپرسم، آینده هیپ هاپ و رپ و تو ایران چجوری میبینی الان با توجه به اتفاقایی که اخیراً افتاده و خود می‌دونی که جو چه خبره؟ فکر می‌کنی که چطور میشه؟ چه جوری پیش بینیش می‌کنی؟ ببین نمی‌تونم پیش بینی کنم. اینکه چه اتفاق میفته دست جامعه خودمونه، یعنی خودمون تصمیم می‌گیریم که چه اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیستش که یه سری عوامل خارجی باشن که تصمیم می‌گیرن. یه سری عوامل خارجی هستن که تاثیرگذارن، ولی در نهایت دست خودمونه. الان تنها مشکلی که من خیلی زیاد می‌بینم اینه که و تو 10 سال گذشته عوض نشده، مشکل اینه که آیا هنرمندای ما میتونن ارتزاق کنن از این قضیه یا نه. خب این بزرگترین مشکله. ما اگر این مشکل رو حل بکنیم، هم مشکل رسانه حل میشه، هم مشکل تعداد کارا حل میشه. خب تنها مشکلی که ما داریم اینه. تا الان انرژی شخصی آدما این حرکت رو زنده نگه داشته. خب تمام بچهای نسل اول، نسل دوم، همین نسل جدیدا اون انرژی شخصیشونه که میذارن و این کار زنده نگه میدارن، ولی این انرژی شخصی گارانتی نیستش که تا آخر زمان ادامه پیدا بکنه. ما باید یه این مشکل رو حل کنیم که هنرمندا که خیلی قدمای قوی برداشته شده در این زمینه که من به خاطر این خیلی امیدوارم. من به نظرم این بزرگترین مشکله. هم مخاطب هم هنرمندا باید دنبال این باشن که این مشکل حل بشه. حالا اون مشکل که حل بشه، مشکل نمیدونم چی میگن پولای نامشروع حل میشه، مشکل رسانه های چی میگن قرضدار حل میشه. خب شما این مشکل که حل بکنی تمام، چون اون موقع دیگه قدرت دست هنرمنداست. خب الان مشکلی که همش داره ایجاد میشه بین بچهای رپ فارسی خودشون، یا اینه که تو از فلانجا پول گرفتی، تو به فلانجا وصلی، یا اینکه این به اون میگه تو با اون رسانه کار کردی، تو با اون رسانه کار کردی. هیچ کی راجبی صحبت نمیکنه که بالاخره اینا هنرمندا دارن مثلا زندگیشون رو پای این قضیه میذارن. آیا میتونن مثلا از این راه زندگیشون رو بگذرونن؟ آیا اینه سوال بزرگ اینه. خب و میگم قدمای خیلی بزرگی توی این 3-4 سال اخیر برداشته شده، از آلبوم نگار شروع کن تا همین اواخر کارهایی که ملی میکنه. درست. در این راستای درآمدسازی همشون مفیدن. به نظر من بزرگترین فوکوس ما باید روی این باشه. خب این که حل بشه آینده روشن است. بقیه چیزا حل میشه. اگر اینو حل نکنیم آینده دست چی میگن وابسته است به انرژی های چی میگن نامحدود. آره چون اینا نیست، وجودی نداره که انرژی نامحدود نداریم، که انرژی ها کم هن. مخصوصا که نسل اول از هم داره پیرتر میشه، اگه اونا فرض کن دیگه نتونن کار کنن رو حواس قضیه دیگه. حالا این اگه حل بشه دیگه، بعدش حالا مثلا اجرا حل بشه فلان و اینا، و اینکه مثلا کسی دستگیر نشه زندان نرم عالیه. آره بی نظیر میشه دیگه، کسی هم لازم نباشه مهاجرت کنه بره. او یه چیزی الان یادم افتاد، یه کلیپ ازت توی یوتیوب دیدم، برمیگرده به خیلی قدیم، نزدیک 6 دقیقه فقط داشتی بیت باکس میزدی. هنوز هم این کارو میکنی؟ نه بابا بیت باکس دیگه نمیزدم، نفس هم میگرفت آخرش مثلا چیز میشدم قرمز میشدم. آره اصلا وسطش نفس میکشه آدم دیگه. آره گوده میکنه 7 زدنه
خیلی کار عجیب غریب باحالم بود اتفاقا. کدوم 6 دقیقه من یادم نمیاد. ببین چیز با همه میخونن. آفرین. آره. 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 بهرام و ساچمه و بنویس محکم برای تو صفحه پاره شد وقتی بقیه شد دره همه چی تار بودی دور از راحت حکم به من از اول پا بجا میمونه تا وقتی که اسم قلم نور اصالت ناشی از خودش هدف بود به خیلی از شبان برای بالش سرم بود داری کی طرف بود من محکم به جنب پا تکیه زدم و گفتم بذار یه جا باز کنم دلت رو باز خودم عادت کنم من به جنب نفس بذار اعتراض کنم چه برنده ای بس همین جای بازی اینه که بازی رو شروع کردی من زمین های خاکی به دنیا رو از اینجا بیرم زیر سوها نمیشه هنگ نور خورشی را زیر بابا احسان الان اتفاقا داشتی در مورد اون ماجرای هیجان انگیز تعریف میکردی با بچه ها مهراب و رضا و اینا، میخوام ببینم که با کدومی که از کارهای رضا حال میکنی؟ کارهای رضا بکنم من رنگی رو خیلی دوست دارم، مجموعه رنگی و آهنگ رنگی. جدی؟ داریش برای اون پلیش کنی؟ چی؟ آره دیگه بیتشو بذارم؟ آره آره وا 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 رضا، یعنی من اصلا نمیرسم تو اونجایی یا نمیدونم از کجا اومدی کیو، یعنی کاملا سورپرایز شدم من. بای 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 بس گوش کن. صداش خوب میاد، صداش بلند هستی؟ آره آره صدا صدا این تو شروع میکنی بخونی دیگه؟ هیچی نمیاد صدای تو میاد. یو حواسم جمع، سوادم کم، روبروی این پهنا کیهان، زندگی و بچگی و خستگی و عشق و وابستگی و دنیای پنهان، دوری ازم به هم نزدیک، بزرگترین بی تردید، زمینمون دور ستاره چرخی، حیات تو بازی تفریح، پاس بده بزنم گل لب باغچه، لیوان آب خالی روی تاخچه، چهار فصلون بیرونه اینجا هم ایرونه ایرونم میمونه هی توی ذهنم تا وقتی که زندم، کل این دنیا یه رویاست ایول، همشو میدونم از اول، همش اینجا بود توی قلبم، ترک خون اما نذاشتم بشکنه، نذاشتم بهم بگن چی از چی بهتره، وجدان رو لخ کردم زدم توی رگم، حالا ارتباطش با دلم شده یک سره، تا حالا ریخته از دستت یک سره، من دادم مرچه ها ببرن سر سره، پنیر نو کنارشم یک کمی تره، جای همه تو خاکه حالا کی بالاتره، میشه قسمت کرد جای این که جنگید، میشه عشق و فهمید باهاش خندید، میشه سیاه نبود سفید نکرد، میشه دنیا رو با هم دیگه ببینیم رنگی، منو حس میکنی نه نه، تو سینت دیگه شده سنگی و سنگین و سنگین تر، بیا روی سر برای روز بهتر، بیا روی سطح آقا، بیا بالا، بیا بالا، الان ستارم بیا واسه شد، ستارم آبا میاد واسه، بکنه مقدار عشقایی که با این آهنگ ریخته شده، بکنم یه اقیانوس میشه پر کرد. من خودم وقتی داشتم میگفتمش فکر میکنم مثلا تو 15 20 باری که میخوندمش که تموم شده بود همشو گریه میکردم، یعنی آخر همش، حتی یاد باشه آخرش یه چیز دو تا بیت داشت که برداشتیم، اون دو تا بیت خیلی خیلی منو به چیز می آورد، به حالت در و بجدی، یادم نمیاد دو تا بیت اونجایی که ستار میاد دو تا بیت اضافی داشت، آره آره دو تا بیت آخ پایانی داشت این ساعت ها که چی میگفت، میگفت مهم چی میگم، مهم نیست پسری یا که دختر، چشاتو باز کن لطفاً، افکار مثبت، ابریشم نرم، عین حالم محکم، بریز دونه ها رو ما میسازیم بهارو، بیا تا با عطرمون پر کنیم فضا رو، عشق صفا رو نگاه کن، بچه ها رو بازی میکنن خوشحال همه ی لحظه ها رو، این تصویر رو میشه ساخت
تو آینده تا اون روز قشنگ همگی پاینده. بعد اینجاش دیگه من میترکیدم دیگه چون ولی آره یه فازمون این بود که خیلی شعاری بوده نه یه همچی چیزی بود قدیم فکر کنم آخر اضافه کرده بودی فکر کنم بعدن اضافه کردی تو اوریجینالش نبود فکر کنم دلیلش این بود. آره این از اون کاراست که همون اولی که مثلا نوشته بودی دیگه آره. کامل بود دیگه لازم نبود دیگه اضافه داشته باشه. ما تو شوفر شد بگو تو حرفتو بزن. واسه خودم اون یه بیتی که میگه ترک خورد اما نذاشتم بشکنه. اون موقع مثلا اون من چیزی که تو ذهنم میاد اون دیواره خب مثلا شخصیشه دیگه مثلا آره. اون موقع ما نزدیک بودیم که کلا بپاچیم مثلا دیگه شل شده بود چیزامون اون پیوندمون خب ولی اون که میگه ترک خورد نذاشتم بشکنه خیلی تاثیر میذاره رو من کلام. شما خودت تاثیر گذاری شوفر ما تو شوفرشو معمولا یه هدیه‌ای به هر کسی میدیم ولی خب دسترسیمون به تو خیلی سخته واسه این برنامه. البته برنامه‌ش هم فرق میکنه با اون. ولی گفتی که سر اون اسمت آتور گریه کردی به خاطر رضا این هدیه ما بود به تو. رضا رو آوردیم که منو هدیه کرد. ولی اگه هدیه دارید بدید من میفرستم ها یه ماه دیگه دستش میرسه. من چیزا بستم عواملم هستن عواملم میگیرن هدیه رو شما. نه اگه هدیه رو به من بده من یه ماه دیگه میتونم بهت برسونم. بفرستمش بیا. نه من حالا این هست دیگه رضا نفرست خدا حالا من جاش خوبه. از جیب خودت بده شما. کیفیت صدا خیلی اومده پایین احسان. رضا یه روز دیگه باز دوباره نشد که با خودم رضا رو داریم دیگه. نه رضای اینجا با رضای اونجا خیلی فرق میکنه. رضا اونجا خرج داره با اومد برم مهمونم کنه فلان کنه کی حوصله داره کرونا دست رضا هزینش بالاست. برم 14 روز بعد دارم قرنطینه نمیتونم کسی رو ببینم. آقا حالا تو باید بری یه جا بشینی. احسان تو ماجرایی که تو ذهنت بود و گفتی حالا از رضا بپرسیم ماجرایی بین هم دیگه که یادش بیفتی خیلی خفن باشه باحال باشه چی یادت میاد؟ یادمه که من یکی از چیزهای مثلا در واقع تاثیرگذار خاطرات تاثیرگذاری که یادمه چیز احسان همون ماجرای گرفتاری و اینا بود. بعد اومده بود بیرون و شمال بود و یه جایی تو شمال ما همدیگر دیدیم. بعد اون موقع من تازه داشتم کار میکردم با بچه ها و خیلی هم انرژیم زیاد بود که داشتم ورود میزدم کار نوشته بودم که یهو اینا داستانشون اینجوری شد و اینا خیلی یعنی یه جور حالت هم ناامیدی و امیدواری همزمان با هم بود. ولی خیلی مثلا برام جالب بود که مثلا تو اون موقعیت سخت و اینا تو اون حالت روحی مثلا ما هم دیگر دیدیم و مثلا چه میدونم یه خاطره تصویر خیلی قشنگی تو ذهنم یادت باشه توی اتاق تو در واقع چیز هم دیگر دیدیم و اینا. آره من یکی از خب تو دورانی هم که داشت کارهای رفتنشو میکرد مثلا من میرفتم سر میزدیم هم دیگر میدیدیم اونا هم خاطرات پررنگی تو ذهنم با هم همیشه حرف میزدیم و این صحبت. آره مثلا اگه تصور کن مثلا اون حالتی که ما هم دیگر دیدیم اونجا ما مثلا قبل از اینکه این اتفاق واسمون بیفته ما با رضا آشنا شده بودیم پروژه رو استارت زده بودیم آردی. حالا مثلا اون طالقانه اتفاق نیفتاده مثلا ما تصمیم گرفته بودیم که شروع کنیم یه آلبوم داشتیم واقعا وارد اجرا می‌شدیم که اون اتفاقا واسمون افتاد. یعنی اون اتفاقی که واسمون افتاد در این حد میتونی ببینی رضا چقدر آدم لویالیه که مثلا دیگه بعد وفاداریه که مثلا ما مجبور شد دو سال و نیم سه سال وایسته. یعنی تو نرفت مثلا با کسی دیگه کار بکنه چون شعراش آماده بود همه چیش آماده بود. یعنی سه سال صبر کرد که ما شرایطمون درست بشه دوباره برگردیم سراغ آلبوم درست کردن. اینو یاد بگیرید مثلا خیلی از عضوای اوموغمو مثلا ول کردن رفتن هم عضوای اوموغمو ول کردن رفتن کارهای خودشون انجام بدن رضی موند. آفرین خلاصه که تشکر میکنم ازت. من خواهش میکنم بها به ما خیلی خوش گذشته تا اینجاش. تا اینجاش اضافه میکنم یعنی بازم باید خوش بگذره یعنی تمام نشده تا اینجاش یعنی بازم باید خوش بگذره. فکر کردم تأثیر گرفته هیچکی قرار نیست فرار کنه. نه خیرم امیدوارم که همینجا همه در کنار هم باشن یعنی جدا و تیکه پاره و اینا نباشن میدونی چون الان اون پیوند شما عمیق و مونده محکم تا الان چه حالا تو اون بر باشی چه این بر. ولی اینکه در کنار هم دیگه باشی به نظر من خیلی جذاب دوری دوستی بوده بیشتر. آره همکارم رضا همکارم هم صنفیم دیدی میگه هم صنفا هم صنفیم. بله خیلی خوب رضا هم مثلا خیلی رضا که دیگه از بچه‌هایی که از قدیم تو بریک دنس بوده یعنی دوستای مشترک که قبل از اینکه من رضا هم دیگه رو بشناسیم دوستای مشترکی داشتیم لیستشون طولانیه. نمیخواستم اونجا اشاره کنم چون بفهمی رضا اینجاست که مثلا آقا مثلا آره من نمیدونستم من واقعا نمیدونستم رضا اینجاست. نه دوست چیز داشتیم اینا کاملا سورپرایز شدنی هستن.
اینا توی یه اکیپ بریک دنسی بودن که نزدیک منطقه ما مثلا سمت پونک و اینا بودیم، اینا مرزوران بودن دیگه، اینا رقیب ما بودن تو منطقه. بعد رفتیم باهاشون علایشون، حتی داداشش این مثلا هم من خیلی کم رنگ بودم اون موقع، هم احسان من نمیدیدمش اینا، ولی دوست مشترک مثلا اندازه یه دریا داریم آدمایی که در واقع با هم دیگه مشترک میشناسیم و این صحبتا. خلاصه که کشایی بزنه و همینطور و همینطور گیم نت. بله گیم نت و اینا اونا یه سری یه سری آشناهای اونجوری هم با هم داشتیم. ببینم اسم تو هم اهل گیمی بودم، الان خیلی کمتر، الان دیگه نیست. آره نه البته مثل رضا حرفه‌ای و اینا نبودم، رضا تو یه مدت تو گیم نت زندگی می‌کرد. تو گیم نت زندگی راست میگه واقعا میگه تعریف میکنم. ما تفریحی میزنیم. آفرین. الان آخرین بازی که کردی چی بوده؟ کاپ هد. داشتم به رضا میگفتم کاپ هد یه بازی یه نفره هم هست، بازی آنلاین خیلی وقت میگیره. این کاپ هد یه بازی خیلی سختی هم هست، اصلا اونایی که طراحی کردن سادیسم دارن. یعنی یه مرحله شو مثلا یه ماه طول میکشه رد کنی، یه ماه که نه یه روز بعد کلش وقت بزنی. بازی که تو شوفرشو کردی نارنجک مینداختیم تو همون کانسپت، ولی 100 برابر سخته. یعنی یه دونه تیر میخوری یه بار شانس در واقع جونه دیدی بازی من بازی کن، اگه فرصتش داری حتما بازی کن، پیشنهاد میکنم. خیلی دیوونه میشی قشنگ، مخصوصا اگه مثلا قدیم بازی کرده بودی، مثلا بازیای مثل کنترا و اینا بازی کرده بودی، اینا خیلی حال میده مثل اوناست. حالا احسان ما توی نظرمون این هست که الان کلا پیجمون فضاش تغییر کرده، یه برنامه گیمینگ اینا بذاریم، یه چالش باحال میخوایم راه بندازیم کلا بین آرتیستا، میخوایم این داستانو خلاصه شعله ور کنیم. و من اینو اضافه میکنم که من همه رپرای ایرانو و تمام دستاندارکار رپ ایرانو تو پس و اینا بردم قبلا ایران که بودن. کاپا رو داره دیگه ایشون، هال آف لژند و ایناست، با ما کاری نداره. آقا کورکوریتونو بذاریم واسه بعدا، واسه اون بعد. آره ولی الان ضعیفم، الان شاید مثلا شانس بشه ببریم. مثلا آخرین باری که ما بازی کردم پس 2014 بود. 6 ماه بشینه تمرین کنه همه رو میزنه. ولی دیگه میزنم دیگه، حالا میزنم. نه دیگه اون بیشتر یه بخشش در واقع شناخت جویستیک و اینا و حرکات دیگه، اون که تو تنت رفته یاد آدم نمیره. من اون مورتال کامبت بگیرم دستم مثلا اسکورپیون همه فناشو حفظم ناخودآگاه این صورت، مگه اینکه دکمه‌هاشو عوض کرده باشن اینا، ولی فوتبال میزنم. تیکن سم بزنیم آخه. آفرین. آره باحاله. اون قدرتی پاول بود، همه پاولو برمی داشتن یه قدرتی میزدن یارو انقدر جونش میمونه. یه دونه پروانه اسمش چیه؟ آ تو از اونا بود که همه دخترا رو برمی‌داشتی؟ نه نه فن نشو نمی‌ذاشتن دخترا رو برمی‌داشتی. نه نه یه چیزی عقب بود اجازه نداشتی. نه نه یه فن پلیس این بود، یکی اگه دخترا رو برمی‌داشتی میمد ماشین دستگاه رو خاموش می‌کرد. آره. دو سه تا کاراکتر بودن مثلا. نه نه خب دختر نه، اون یکی که پشت چه چیزی داره این ریختی، صورت فضایی داره. نه اینا جدیده. نه یه دوم داره این ریختی میاد از پشت. نه تو اون که تو میگی تو مورتال کامبت دوم. آره مورتال من دارم. نه ما داریم تیکن. نه تیکن ما داریم تیکن می‌گی. آره خب پس هیچ. تکینو به بپر کلوپی بزن تو کسی مورتال کامبت نمیده. کارت ملی تو آماده کنده داشت کینگ شرطی آرمور کینگ. آرمور کینگ شرطی یادته آرمور کینگ. آرمور کینگ آره بعضی هاشم بکنم یه سری چیزا هم بودش که همونی غیر از دخترها یه سری ایدی رو مثلا نمیذاشتن بعضی جا ورداری چون باگ داشت. بروسلی و جکی جان دیدی اسم میذاشن همه بازی یه بروسلی و جکی جان داشت، بدبختا اسمای خودشون کونگلا رو میگفتن. فرانکی اون یارو فرانکی هم بود. آره فرانکی بامزه بود آقا. ایول دمتون گرم. خب سوالی چیزی خاصی هست که مطرح کنم؟ احسان حالت خوبه؟ سوال نه زیاده بگیم راستش هم اینترویو کردم. آره دیگه خب این بحث امروز حالت خوبه یا نه؟ آره کلن یه ذره گرفته سوزا یه مقاله بر روش بنویسم حتما قمر در عقرب بذار اسمشو. اوکی دیگه اونجا زندگی به حالت عادی برگشته، ولی اینجا نه، اینجا هنوز تو قرنطینه است. خیلی عالی احسان جون، زیاد وقتتو نمیگیریم، با قاب قشنگ رضا برنامه رو تموم میکنیم و امیدوارم که همیشه موفق باشی، خوشحال باشی، این کرونا هم زودتر تموم بشه و بیتای خفن بسازی برامو. آره. کارهای مشتی میکس کنی، بیتای کرونایی. آره. بیتای آتوری بسازی، هات قربون دارم خوب در بیاد. حرف دیگه یه چیزی نداری؟ آره حتما خوبه. حرف آخر چیزی خاصی مطلبی؟ حرف حرفی نیست، مخلصم. خیلی دوست دارم، دمت گرم، مراقب خودت باش. شکریم.